Hi everyone, I hope you are doing all right. Salam dostlar, aziz umudvarım ki jor salim asiyahat man başit. In today's lesson, we are going to learn simple future tense in passive. Dostlar, aziz, da ders imruz mekhayim ki ayinde salara dar passive ya jumalat namalum yad birim. So, what is simple future tense? Ayinde salara chi hasta va chi karara bayan mina? Zaman ayinde salara mo dar ayinde istifadam nim va کارایی را که در آینده انجام میدیم در یک وقت مشخص از simple future tense استفاده میدیم. اما زمانی که subject یا کننده کار از ما مشخص نباشه، در این صورت ما باید چیکار کنیم و آینده ساده را در passive یا جملات نامعلوم باید استفاده کنیم. خود چطور میتونیم که جملات را در آینده مود passive تبدیل کنیم؟ یالا میخوانیم که چطور اونا را تبدیل کنیم. اگر در کانال یوتیوب مجدد هستید، لطفاً کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان ویدیو را تا آخر بیننده باشید. Okay, so there is a lot to learn. Let's get started. Simple future in passive. آینده ساده در passive. خب آینده ساده کارهایی را که ما در آینده در وقت مشخص انجام میدیم از simple future tense استفاده میدیم. اما زمانی که subject یا کننده کار از ما در آینده مشخص نباشه، معلوم نباشه، در این صورت ما چیکار میکنیم؟ جملات خود را در passive استفاده میکنیم. خود چطور رو جملات خود را در passive تبدیل میکنیم؟ یا میخوانیم از روی MZ structure، از روی MZ formal جملات خودمو تبدیل می‌کنیم. یعنی می‌فرمول object of active sentences، یعنی مفعول جمله معلوم از ما، یعنی مفعولی است که ما در جمله معلوم خود داریم، این اول می‌ریم در اول جمله خود قرار میدیم. plus will، به علاوه will یا که be going to، یک دانه زیار استفاده می‌کنیم. فرق بین will و be going to چیه؟ will که ما کارهایی را که در آینده ناخودآگاه یک دفعگی انجام میدیم از will استفاده میدیم، اما کارهایی که در آینده پلان ریزی شده از قبل از be going to ما استفاده میدیم. پس will be going to را یک دانش استفاده میدیم، plus be، بعد از او be را هم داخلش اضافه میدیم، plus third verb شکل سوم فعل را استفاده میدیم، plus complement by phrase تکمیل کننده جمله را هم داخلش میگیم. For example، خب از روی همیز فرمول کسته جملات را ما در پسیف تبدیل میدیم. object of active sentences یعنی مفعول جمله معلوم را به علاوه will یا be going to یک شی انتخاب مونیم، plus be، بعد از او be را استفاده مونیم، third verb شکل سوم فعل در پسیو استفاده مونیم، complement by phrase را در آخرش میگیم. for example I will buy a car tomorrow. I will buy a car tomorrow. خب این جمله از ما اکتیوه، یعنی کننده کار مشخصه. I مشخصه، در اینجا subject از ما مشخصه. I will buy a car tomorrow. ما فردا یک موتر میخرم. پس این خود جمله اکتیو شد. حالا اینمی جمله را چطور میتونیم در پسیو تبدیل کنیم؟ خب طبق استرکچر میریم اول آبجکت پیدا میکنیم. خب چی رو ما میخریم؟ آبجکت از ما چی اینجی؟ یعنی کار دیگه. خب این رو میریم در اول کار، بعد از او گفتیم که will و be going to رو داریم. خب ما will استفاده کنیم، اینجا هم will استفاده کنیم. a car will، بعد از این رفتیم گفتیم چی داریم؟ در فرمول بی داریم. بعد از بی a car will be، فعل همیشه این شکل اول بود، در این شکل سوم در پسیو شکل سوم استفاده. a car will be bought by me tomorrow. a car will be bought by me tomorrow or a car will be bought، یک دانه موتر فردا میخره. پس کسی که میخره یا کننده کار معلوم نیه، تبدیل کردیم در پاسیف. این شد پاسیف از موشو. OK، the next example. She is going to invite me in her wedding next week. هفته بعدی قراره که مرا در عروسی خو دعوت کنه. در این دفعه دیگه چون از قبل پلان ریزی شده بود، ما از going to استفاده کردیم. She is going to invite me in her wedding party next week. او قراره که هفته بعدی مرا در عروسی خو دعوت کنه. پس این یک جمله چی است؟ اکتیوه، چون کننده کار یا کسی که کار انجام میده مشخصه. پس این شد اکتیو. خب اول انمی جمله را کسته ما میخواییم که در پسیف تبدیل کنیم. خب طبقی هم دو فرمول بالایی گفتم، اول مریم آبجکت را پیدا مونیم. She is going to invite me in her wedding party next week. خب آبجکت را کجا در اینجا اگر گفتین؟ که را دعوت منم مره، پس می آبجکت از مره. خب میرم ایریم در اول جمله خو قرار میدیم.
خب به خاطر که ما اینج آبجکت و در اینج کس در جای سبجکت میریم می تبدیل بشه میشه به آی میشه اگر متوجه باشین. خب در اینج می گفتن هم تنیم چون اینج آی باید استفاده کنیم می تبدیل به آی میشه اونج آبجکت بود اینج می در جای سبجکت. خب طبق فرمول آبجکت ما در جای سبجکت در اینج آی. بعد از او کس گفتیم اینج گوینگ تو استفاده کنیم این به جای زی بیشی ام و از آر استفاده کنیم. خب اینج سبجکت ما آیا ام استفاده کنیم آی ام. بعد از اون going to رو داریم طبق فرمول I am going to. بعد از اون گفتیم اون B رو داریم B رو استفاده I'm going to be. فعل شکل سوم استفاده کنیم فعل از ما invite بود اینجا invited شکل سوم استفاده کنیم I'm going to be invited. بعد از اون تکمیل کننده جمله ما هر چی هسته in her wedding next week. I am going to be invited in her wedding next week. هفته بعدی در عروسی زو دعوت میشه میام را در عروسی خو دعوت منه. خب تبدیل کردیم به چی؟ به پسیف. Okay, let's work another example. The car will be washed tomorrow. The car will be washed tomorrow. موتر فردا میشه. این جمله از ما دایرکت کسی چی است خود چی؟ پسیوه دیگه. پسیوه. The car will be washed tomorrow. موتر فردا میشه. خب اگر خواستین سوال منفی کنیم با خود امزی will یا ام از آر که going to داریم با خود ما جمله خیلی سوالی منفی کنیم. حالا اگر این بخوایم این جمله پسیو را سوالی کنیم The car will be washed tomorrow will دوال میرم will the car be washed tomorrow will the car be washed tomorrow الان سوالی خیلی داخل شد آیا موتر فردا موشیه منفی منیم میگیم که The car will not be washed tomorrow یعنی موتر فردا نموشه. خب اینی طرز تبدیل کردن آینده ساده در پسیو است. وقتی سابجکت ما یا همو کننده کار از ما مشخص نیست ما یعنی قسم جملات خود را در پسیو تبدیل می‌کنیم. یعنی زمانی که ما سابجکت نداریم در آینده باید از پسیو چی استفاده کنیم. جمله های خود چطور در پسیو بگیم یعنی می قسم جملات اکتیو خود را در پسیو تبدیل می‌کنیم. Thank you so much for watching. I hope you find it useful. Have a great time. Bye bye.